با سپاس آقای رئیس، بدون هیچ گونه شک و تردیدی وضعیت سوریه در شرایط فعلی مهمترین موضوعی است که باید مورد توجه ویژه شورای حقوق بشر قرار گیرد. این در حالی است که موقعیت سوریه به وضعیت در ایران، کشوری که به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر می‌پردازد، کاملا مرتبط است. برخلاف آنکه فضای قبل از انتخابات قاعدتا باید برای مردم امکان بیشتری را برای پرداختن به مسائل مورد نظرشان فراهم آورد، در ایران شاهد موارد بی سابقه ای چون بسته شدن روزنامه ایران، ارگان دولت جمهوری اسلامی و صدور دستور فیلترینگ خبرگزاری مهر، ارگان سازمان تبلیغات اسلامی هستیم. انتخابات مهندسی شده جمعه هفته آینده به شدت متأثر از انتخابات سال 1388 می باشد. در تجمعات انتخاباتی مربوط به برخی کاندیداها و همچنین در مراسم تشییع جنازه آیت الله طاهری، روحانی مرتبط با اصلاح طلبان، مردم خواستار آزادی زندانیان سیاسی و از جمله کاندیداهای انتخابات 1388 آقایان موسوی و کروبی شدند. از چند هفته پیش زندانیان سیاسی عقیدتی که در مرخصی به سر می‌برند مجدداً به زندان فراخوانده شدند. در این ارتباط از جمله میتوان به دستور بازگشت به زندان بهنام ابراهیم زاده اشاره کرد که برای دیدن پسر مبتلا به سرطانش که از نظر سلامتی در شرایط بسیار بدی به سر میبرد در مرخصی بود. زندانی دیگری که ما به شدت نگران حالش هستیم خانم زهرا منصوری است که در نیمه شیمی درمانی مجبور به بازگشت به زندان گردیده است. در این روزهای بسیار حساس قبل از انتخابات زودویند از شورای حقوق بشر می‌خواهد که مسائل ایران را به دقت زیر نظر داشته باشد و در صورت بروز موارد شدید نقض حقوق بشر کمیسیون تحقیقی را در این ارتباط تشکیل دهد. با سپاس آقای رئیس.